سلام، خوش آمدید. در این برنامه صفحه دوی آخر هفته دو بخش خواهیم داشت. در بخش نخست درباره تحریم تسلیحاتی ایران صحبت می‌کنیم. در بخش دوم درباره احتمال کم شدن بودجه‌های نظامی در اغلب کشورها در پی کرونا. فعلا بخش اول. از اکتبر سال جاری میلادی، یعنی حدود 6 ماه دیگر، تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس بندی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان تصویب شد، لغو می‌شود. ماه هاست که وزیر خارجه آمریکا درباره این موضوع هشدار داده و در هفته های اخیر هم تحرکات دیپلماتیک گسترده ای را واشنگتن در این زمینه آغاز کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به سران آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه هشدار داده که این کار برای آنها عواقب وخیمی دارد. این هشدارها برای چیست و نگرانی عمده دو طرف از چیست؟ در برنامه امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد با دو مهمان از واشنگتن، فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، و سینا عزودی، پژوهشگر شورای آتلانتیک. خوش آمد میگم به هر دوی آقایون. یه بار دیگه بگم که منظور این هست که ایران گفته اگر این تحریم تسلیحاتی برداشته نشه، عواقب سختی برای این کشورهای خواهد داشت که در معاهده برجام بودن. آقای ندیمی، نگرانی عمده آمریکا الان از چی هست؟ چه جور سلاح‌هایی که ممکن هست ایران بعد از رفع این تحریم تسلیحاتی بهش دست پیدا بکنه؟ تحریم تسلیحاتی 2231، البته اسمش شاید نشه تحریم به اون شکل گذاشت، بیشتر محدودیت هستش. یعنی هر کشوری که مایل باشه به ایران تسلیحات متعارف طبق تعریف رجیستر سازمان ملل برای تسلیحات متعارف، 7 کاتگوری وجود داره و این شامل تانک های سنگین میشه، خودروهای زرهی، موشک ها و همینطور هم توپخانه های دوربرد، هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای تهاجمی، ناوهای جنگی. این سلاح‌های اصلی متعارف. اگر کشوری بخواد این سلاح‌ها رو به ایران صادر بکنه یا خدمات مربوط به این سلاح‌ها رو و قطعاتش رو به ایران صادر بکنه، باید مجوز شورای امنیت رو به صورت موردی داشته باشه. و همینطور هم اگر ایران بخواد همچین سلاح، هر گونه سلاحی رو، البته به صورت دقیق در قطعنامه 2231 نیامده که چه نوع سلاحی رو ایران بخواد صادر بکنه، باید به همین ترتیب مجوز شورای امنیت رو داشته باشه. نگرانی آمریکا خب از این بابت هستش که بسیاری از سلاحایی که ایران تولید میکنه و امکان صادراتش رو داره میتونه برای نیروهای نیابتی ایران در منطقه بسیار مفید واقع بشه، و همینطور هم دیدیم در سال اخیر حتی با وجود تحریم‌ها ایران همچنان به ارسال سلاح و تجهیزات. خب دقیقاً بحث همین هست. اگر علارغم این تحریم‌ها ایران کماکان به نیروهای نیابتی خودش میتونه سلاح برسونه، چرا انقدر نگرانی هست در مورد این؟ خب ببینید، نگرانی از این بابت هست که با دست خیلی بازتر این کار میتونه بکنه. الان وقتی که این تحریم ها وجود داره، ایالات متحده و کشورهای غربی میتونن روی کشورهایی که این سلاح واردش میشه، مثل عراق، مثل سوریه یا لبنان، فشار وارد بکنن و سعی بکنن که جلوی رسیدن این تجهیزات رو بگیرن. یعنی از نظر قانون، از نظر مقررات قطعنامه شورای امنیت، این حق رو دارن که جلوی این کار رو بگیرن. ولی وقتی که این محدودیت رو برداشته بشه، ایران با آزادی بیشتری میتونه این تسلیحات و تجهیزات رو انتقال بده به کشورهای مسلح. آقای عزودی، نظر شما در این باره چیه؟ به خصوص که ایران خیلی به نظر میاد که در این مورد حساسیت ویژه داره. لحنی که آقای روحانی در نامش به کار برده لحن تندی هست نسبتاً. من فکر میکنم این بیشتر، من با حرف آقای ندیمی تا حدودی موافقم، ولی بیشتر از جنبه سیاسیش نگاه میکنم در این اصطلاح این کارزار دولت آقای ترامپ برای فشار حداکثری به ایران. وقتی که حرفهای آقای پومپئو رو نگاه بکنید، یه توییتی کرده بودن چند روز پیش که تصور کنید که اگر ایران بتونه چند لشکر تانک چینی VT4 اگر اشتباه نکنم به خط بکنه. این یه حالت، این طرز ذهن قدیمیه که فکر میکنن جنگیدن به هنوز به مدل قدیمیه که لشکرهای مکانیزی جلوی هم هستن. در اصل جنگ اینطوری نیستش و استراتژی دفاعی ایران هم بر این اساس نیستش.
من بیشتر فکر می‌کنم استراتژی دفاعی ایران بر چه اساسیه؟ چون به نظر میاد در سال‌های اخیر بیشترین کاری که ایران داره می‌کنه ساخت موشک هست، انواع پهپادهایی که به نظر میاد که با مهندسی معکوس به طور موفقیت‌آمیز ساخته، ولی خیلی از اونها را هم می‌بینیم که ممکن هست که اون کاری که لازمه برای ایران نتونستن انجام بدن. مثلا در مواردی گزارش‌هایی داشتیم. واقعیتش اینه که ایران می‌دونیم ایران دنبال چی می‌گرده در بحث تسلیحاتی، چی می‌خواد الان؟ به نظر من بزرگترین چیز هدف ایران ایجاد تهدید و ایجاد وحشت که اگر کسی به ایران حمله بکنه نتایج سنگین خواهد داشتش. مثلا میگم این ظرف چند سال گذشته که ایران این تاکتیک های یعنی قایق های کوچیک درست کردن یا موشک های بالستیکی که ایران به تعداد زیاد داره درست میکنه، اینا اگر زمانی حمله بشه، این درسی که ایران از یاد گرفت، ایران میتونه از اینها استفاده بکنه برای تهدید شهر، اون اسلحه ترور، نه تروریسم، ولی اسلحه ایجاد ترس و رعب و وحشت. این یعنی اینه که ایران به شدت به دنبال اینه که یک سیاست بازدارندگی ایجاد بکنه، چون توی منطقه‌ای که ما هستیم ایران با بودجه دفاعی خیلی کمی که داره به نسبت کشورهای دور و برش، عملاً اینه که بخواد در یک جنگ متعارف که تانک‌ها بخوان روبروی هم باشن یا هواپیما به هم حمله بکنن، ایران شانسش کمتر خواهد بودش. ولی با درست کردن یه به زرادخانه موشک بالستیک میتونه یک به اصطلاح متخاصم احتمالی رو جلوش رو بگیره. بله. قبلا هم البته از آقای ظریف فارها شنیدیم که گفته در تجربه جنگ با عراق ما متوجه شدیم که خودمون باید در واقع در مورد آزمایش‌های موشکی که هر بار مخالفت میشه، آقای ظریف این رو میگه که ما فکر کردیم که باید خودمون بسازیم. ولی آقای ندیمی، واقعا چقدر ایران نیازمند تکنولوژی خارجی هست برای کارهایی که همین الان هم مثلا داره میکنه، موشک‌های دوربردی که میسازه یا بقیه چیزهایی که داره خودش در داخل تولید میکنه، چقدر اینها نیازمند کمک خارجی است؟ اجازه بدید ابتدا این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که درسته ایران بر روی تاکتیک های غیر متعارف، تاکتیک های نامتقارن خیلی سرمایه‌گذاری کرده، ولی همچنان دنبال تسلیحات متعارف است. ایران همچنان بر روی تهیه تانک، بر روی تهیه هواپیمای جنگی و همینطور ناوهای جنگی با توناژ بالا کار میکنه، ترجیح میده اینا رو در ایران بسازه. درسته به خاطر اینکه تا جای ممکن سعی میکنه وابسته به کشورهای خارجی نباشه. ما مورد S300 رو دیدیم که سال 2010 وقتی قطعنامه 1929 تصویب شد، روسیه تحویل موشک‌های S300 رو به ایران متوقف کرد. بله، خیلی با تأخیر تحویل داد. بله، با خیلی تأخیر، برای چندین سال متوقف کرد. ایران به همین ترتیب دنبال این رفتش که سفیشن بشه از نظر نیازی به کشورهای خودکفا بشه. بله، خودکفا بشه، نیازی به کشور خارجی نداشته باشه. ولی همچنان برای ساختن مثلا ناوهای با توناژ بالا 4000 تن که برای استراتژی نیروی دریایی ایران در آب‌های آبی، در آب‌های عمیق مورد نیاز است، همچنان به فناوری کشورهای پیشرفته مثل چین نیاز خواهد داشت. ایران اگر بخواد زیردریایی‌های سنگین بسازه، برای تجهیز اون زیردریایی‌ها به فناوری‌های کشورهای مثل چین و روسیه نیاز خواهد داشت. هنوز ایران هواپیمای جنگی نمیتونه تولید بکنه. برای همین صحبت شده بود که ایران میخواد 100 هواپیمای سوخو از روسیه بخره. بنابراین میبینیم که هنوز گلوگاه‌هایی وجود داره، گلوگاه‌های فناوری که ایران نمیتونه این امکانات رو در ایران در داخل کشور هنوز توسعه بده. بنابراین نیاز به کشورهای مثل روسیه و چین وجود داره و ما دیدیم در فاصله سال‌های 1989 تا 2007 که تحریمی وجود نداشت، ایران هم تسلیحات متعارف از این کشورها خریداری کرد و هم فناوری و دانش فنی از این کشورها تهیه کرد. بله، در مورد چین و روسیه به طور مشخص ممکنه آقای ندیمی یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدین. ما میدونیم که ایران با چین وارد یک توافقنامه تسلیحاتی به شکلی شد سال 2016. اون به کجا رسید؟ بله، سال 2016 ایران و چین یه موافقتنامه امضا کردن برای همکاری‌های بلند مدت دفاعی و همینطور در یک سفری که فوریه 2019 اگر اشتباه نکنم رئیس ستاد کل نیروی مسلح ایران به بیجینگ داشت،
یک توافقی پیشنهاد شد به چین برای همکاری 25 ساله نظامی نزدیک به میزان چین که ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی هم مورد تایید زده بود به این توافقنامه. هنوز به نظر میرسه چین نسبت به این پیشنهاد ایران پاسخ نداده، ولی مشخص هست که ایران به دنبال این هستش که همکاری های استراتژیک بلند مدت با چین و همینطور با روسیه داشته باشه. این مانورهای دریایی هم که اخیراً داشتن هرچند خیلی محدود بود، ولی باز نشون دهنده آتش ایران برای همکاری‌های استراتژیک با این کشورها هستش. ایران دنبال این هستش که بتونه با تکیه بر این کشورها بتونه نسبت موضع خودش رو و بازدارندگی خودش نسبت به آمریکا تقویت بکنه. چقدر آقای عزودی اختلاف نظرها و اختلافاتی که بین چین و آمریکا الان ما میبینیم هر روز در واقع به نوعی وجود داره و همینطور با روسیه میتونه به ایران در این داستان کمک بکنه؟ من متاسفانه فکر نمی کنم که خیلی به ایران کمک بکنه، برای اینکه وقتی رفتار چین رو نگاه میکنید ظرف چند سال گذشته، همیشه زمانی که بین ایران و آمریکا بوده همیشه چین با آمریکا همراه شده، به تمام قطعنامه های سازمان ملل رأی مثبت داد، با آمریکا همراهی کرد، ولی خب به خاطر این به سال رابطه دوستی که با ایران دارن، و من تاکید میکنم بیشتر رابطه ایران با چین یک رابطه دوستیه نه یک رابطه استراتژیک، یک مقدار فشار آوردن که لحن به اصطلاح این قطعنامه های سازمان ملل یک مقدار ملایم تر بشه. نه. ولی وقتی رابطه رو نگاه میکنید میبینید که هر زمان که آمریکا فشار آورده به چین، چین بین ایران و آمریکا رو انتخاب کرده، خب طبیعی منافع دولتی چین ایجاب میکنه که با آمریکا که به عنوان ابرقدرت همکاری بکنه تا با ایران. متوجهم، ولی آمریکا چقدر الان واقعا کارت برای بازی داره؟ چون الان ایران میگه آمریکا، آقای ترامپ یک طرفه از این توافق چند جانبه خارج شده، حالا الان نمیتونه بیاد از بیرون روی این توافق تاثیر بگذاره. این حرفی هست که دولت ایران ظرف هفته های اخیر بارها زده. حرف درستی هم هستش. ببینید، شما یا توی توافق هستید یا نیستید، نمیتونید ازش خارج بشید و بعد کشورهای دیگر رو با تهدید مثل اتحادیه اروپا تهدید بکنید که اگر فلان کار رو در برجام نکنید بر شما تعرفه میذارم و باید با من همراهی بکنید. به لحاظ منطقی متوجهم، ولی آیا به لحاظ جایگاه آمریکا و به لحاظ زوری که آمریکا معمولا در معاملات و مبادلات بین المللی هم داره همینطوره؟ آیا آمریکا نمیتونه حرفش رو دیکته بکنه؟ من فکر میکنم به خاطر قدرت اقتصادی که آمریکا داره بتونه این کارو بکنه، یعنی کافیه که دوباره تهدید بکنه یک جنگ اقتصادی رو با چین یا اتحادیه اروپا. روسیه کمتر حتی به خاطر قدرت روسیه، ولی اینا هم بگم زمان روسیه زمانی که منافع خودش ایجاب کنه ایران رو به عنوان یک کارت بازی خواهد کرد. مثلا روسیه که الان تحت تحریم‌های آمریکا، شاید در قبال اینه که تحریم‌های خودش بشه ایران با آمریکا همراهی بکنه. چقدر این قضیه برای آمریکا اهمیت داره که بخواد چنین فشاری رو بیاره، با توجه به اینکه میدونیم که به هر حال همین ایجاد نگرانی از قدرت نظامی ایران یک دلیلی هست برای اینکه بسیاری از کشورهای خلیج فارس خریدهای کلان تسلیحاتی میکنند از کشورهای غربی. واقعا چقدر برای آمریکا مهم هست که اینجا وایسه و بخواد حتما جلوی خریدهای تسلیحاتی ایران رو در آینده بگیره؟ من خدمتتون گفتم، یعنی برای آمریکا این بیشترین قسمتی از این کارزار بزرگتر آمریکاست برای محدود کردن ایران، فشار آوردن به ایران برای برگشتن به میز مذاکره، یا اینی که میتونید به این صورت نگاه کنید که آمریکا سعی میکنه که ایران رو وادار بکنه که یه سری تصمیمات اشتباه بگیره و بعد بتونه با همکاری کشورهای دیگه، مثلا گفته شده بودش که اگر اشتباه نکنم آقای شمخانی گفته بودن که اگر این تحریم ها تمدید نشه، حالا شاید شخصش رو اشتباه بگم، ایران باید اجرای به اصطلاح NPT رو متوقف بکنه یا در شرایط حتی بیشتر شاید اصلا از NPT خارج بشه. این مسلما برای آمریکا به عنوان از نظر سیاسی یک برد خواهد بود که ایران رو مسلما در انزوای بیشتر قرار بدن. بله آقای ندیمی، باز من برمیگردم به سر همون موضوعی که اول هم راجع به صحبت کردیم، یه ذره بیشتر و بازتر می‌خوایم صحبت بکنیم. ظرف سال‌های گذشته همواره ایران تحریم تسلیحاتی بوده، ولی همواره هم تونسته
خریدهای تسلیحاتی انجام بده، یه چیزایی برای خودش تهیه بکنه، یه چیزایی خودش برای خودش بسازه. واقعا چقدر این قضیه برداشتن این تحریم تسلیحاتی الان برای ایران حیاتیه؟ چقدر برای آمریکا ایجاد نگرانی میکنه؟ ببینید، برداشتن تحریم تسلیحاتی از این نظر که ایران تأثیر روی حمایت ایران از گروه های نیابتیش داشته باشه شاید خیلی تأثیر نداشته باشه. ببینید مثلا در مورد عراق، ایران به گروه های هشت شعبی خودروهای سفیر یا عرس صادر کرد بدون اینکه اینها رو مسلح بکنه. این خودروها رو تحت قطعنامه 2231 خیلی قانونی تونست صادر بکنه، ولی بعداً راکت اندازه و توپای 106 میلیمتری رو به صورت قاچاقی به عراق فرستاد و اونها رو سوار کرد روی این خودروها. بنابراین راه‌های دور زدن خیلی زیاد هست، حتی در سال‌های بعد از 2007 که محدودیت‌های صدور اسلحه ایران خیلی شدید شده بود تحت قطعنامه‌های 1737 تا 1747، ما می‌بینیم که همچنان ایران به صدور تسلیحات سبک و اسلحه‌های سبک به کشورهای آفریقایی درگیر جنگ‌های داخلی ادامه می‌داد. بین سال 2010 تا 2014 ایران 200 میلیون دلار صادرات سلاح‌های سبک به این کشورها داشت. پس همونطور که فرمودیم، این محدودیت‌ها به طور کامل نتونسته هیچ وقت صادرات اسلحه ایران بگیره، و از طرفی هم شاید بیشتر روی واردات تسلیحات ایران تاثیر گذاشته باشه، به خصوص تسلیحات سبک. همونطور که عرض کردم، روسیه همچنان نسبت به صدور سلاح سنگین به ایران تمایلی نداره. چین هم همینطور، با وجود همکاری‌های دفاعی که امضا کردن با ایران، ولی خیلی از این همکاری‌ها هنوز روی کاغذه. ولی تو زمانی که این تهدیدها، این محدودیت‌ها برداشته بشه، و از زمانی که چین احساس بکنه که از طرف آمریکا در نقاط دیگه مورد تهدید قرار می‌گیره و این در حقیقت اون فشار روی آمریکا هست، می‌تونه با افزایش همکاری‌هاش با ایران این فشار رو روی آمریکا بیاره. و این نگرانی آمریکا وجود داره که هر زمانی که روابطش با روسیه و چین به حدی نباشه که بتونه روی اونا فشار مستقیم بیاره، این همکاری‌های نظامی با ایران ممکنه تشدید بشه و ممکنه سلاح‌هایی و امکاناتی، تکنولوژی‌هایی به ایران صادر بشه که توان ایران رو برای تهدید منافع آمریکا در منطقه و همینطور اسرائیل در منطقه افزایش بده. جالب. پس با کنار هم گذاشتن صحبت‌های هر دوی آقایون، به این نتیجه می‌رسیم که این حربه هم دست آمریکا هست، هم دست ایران، که به نوعی از چین و روسیه میتونن حالا به نفع خودشون، یا چین و روسیه هم میتونن از این موقعیت به نفع خودشون استفاده بکنن. صفحه شطرنج جالبی هست. من باز از آقای ندیمی میخوام یه سوال دیگر رو بپرسم که نظرم اون هم مهم است. شما اشاره کردید که به بعضی از کشورهای آفریقایی، آیا روشن هست که ایران با چند کشور مبادلات تسلیحاتی داره، یعنی خرید و فروش تسلیحاتی داره، به خصوص فروش؟ چون به هر حال در این بازاری که ایران دنبال هر راه دیگه‌ای درآمدزایی بجز نفت هست، به خاطر اینکه راه نفت بسته است، احتمالاً این هم یک بازار خوبی هست، راه خوبی هست برای درآمدزایی برای ایران. به طور مشخص نمیشه گفت، برای اینکه فروش‌های تسلیحات ایران بسیار محرمانه در پرده از ابهام و به وسیله کانال‌های غیر مستقیم و همینطور دلال‌های تسلیحات انجام می‌گرفته. اونطوری نبوده که ایران مستقیم تسلیحات صادر بکنه. کشورهایی مثل نیجر، مثل گینه، مثل کنگو، خیلی از این کشورها خودشون از طرفی تحت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بودن، به خاطر اینکه جنگ‌های داخلی بین اینا وجود داشته. سودان به خصوص، سودان جنوبی، در تمام این کشورها سلاح‌های ساخت ایران پیدا شده به وسیله گروه‌های تحریماتی سازمان ملل و گروه‌های مستقل. بنابراین می‌بینیم که ایران خیلی فعال بوده در زمینه صادرات اسلحه. ما می‌دونیم که به حزب الله لبنان مرتب اسلحه صادر می‌کرده، گروه‌های شیعه در عراق دریافت کننده اسلحه‌های ساخت ایران بودن، و همینطور ونزوئلا که در رژه‌های نظامیش هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران رو به نمایش می‌ذاره. آیا عزادی، اگه این بحث که به هر حال آمریکا هر کاری که ایران بخواد بکنه رو به نوعی ابراز نگرانی می‌کنه ازش، مثلا همین که سلاح‌های ایران در جاهای مختلف پیدا میشه، یک مسئله عمده است برای آمریکا، اما اگه این رو کنار بگذاریم، واقعاً چقدر ایران یک خطر جدی تسلیحاتی برای همسایگانش هست؟ چقدر واقعا ایران در جایگاهی قرار داره که بتونه همسایگانش، که میدونیم هر کدوم از اونها به هر حال مبالغ گسترده‌ای رو هزینه میکنن برای سیستم دفاعیشون، ایران چقدر واقعا برای اونها خطر هست؟
کافیه که اول به بودجه نظامی ایران و درصدی که ایران از کل اقتصادش میذاره برای تسلیحات نظامی نگاه کنیم و مقایسهش کنیم با کشورهای خلیج فارس، مخصوصا عربستان که عملا رقیب اصلی ایرانه. یعنی اگر با این گزارش این گروه سیپری سوئد که آمده بود بیرون، گفته بودن که ایران نزدیک حدودا 12.5 میلیارد دلار 2019 خرید کرده. اینو بذارید در کنار 60 خورده میلیارد دلار عربستان تا آدم حدودا میتونه حدس بزنه که چقدر. و همینطور این زرادخانه ای که ایران از سلاح‌های متعارف داره، هواپیما، تانک، اینها رو نگاه کنین، هم از لحاظ به اصطلاح کمیتی و هم از لحاظ کیفیتی مسلما ببخشید عربستان که رقیب ایرانه به ایران ارجحیت داره و برای همین هستش که این وضعیت هستش. و یه نکته دیگه هم که بگم اینه که شما حتی اگر تحریم ها هم برداشته بشه، تحریم تسلیحاتی، این خرید تجهیزات اینطوری سالها طول خواهد کشید، پول زیادی میخواد که ایران، اقتصاد ایران که در حال حاضر شرایط تحریمه و درآمد اصلی مملکت که نفت قطع شده، اصلا باید دیدش که ایران آیا توانایی خرید اینها رو داره یا نداره. خیلی موضوع جالبی. اگه نداره چرا آقای روحانی با این حرارت میگه من نامه نوشتم و گفتم، به هشدار دادم به چین، روسیه، به کشورهای اروپایی که اگر شما تسلیم آمریکا بشید این یک خطای تاریخی، خطای استراتژیکه؟ چرا اینقدر برای ایران مهمه پس اگه نمیتونه خرید کنه با این وضع اقتصادی که داره؟ منظورم اینه که کلا این خریدها سالها طول خواهد کشید. من بیشتر فکر میکنم برای دولت آقای روحانی این مسئله به اصطلاح سرمایه گذاری سیاسی که روش شده اینه که ایران و قدرت‌های اول دنیا نشستن یک قراردادی رو بستن، آمریکا خارج شده و بعد دیگران رو اجبور کرده عملا که اجرا نکنن. یعنی عملا چیزی که در ایران دیده میشه اینه که خب ما یک قراردادی بستیم، ما اون کاری رو که باید میکردیم و کردیم، ولی قول‌هایی که بهمون داده شده اجرا نشده. این سال اوایل سال 2000 بود که ایران با 3 تا کشور اروپایی قرارداد بستن، سال 2003 بود فکر میکنم. آقای لاریجانی صحبتی کرده بودن، گفته بودن به ما یه فرشی رو دادن که هیچ وقت دوخته نشد. این اگر نگاه بکنه این شرایط دوباره داره تکرار میشه. یعنی اون قولهایی به ایران داده شده که اجرا نشده. آیا اروپا میخواد انجام بده؟ بله، اروپا علاقه داره، مخصوصا 3 تا کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که برجام رو اجرا بکنن. آیا تواناییش رو دارن؟ من بعید میدونم که تحت فشار آمریکا، فشار اقتصادی، تهدید سیاسی و نیاز امنیتی که اروپا به آمریکا داره، اونها بیان برخلاف میل آمریکا عمل بکنن. آقای ندیمی، نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ واقعا فکر می‌کنید چقدر الان کشورهای اروپایی حاضرن که پای برجام بیستن، پای اون قراردادهایی که گفته می‌شد به هر حال پاشو امضا کردن بیستن؟ به نظر میرسه که فعلا کشور اروپایی حاضر نیستن که خیلی روابطشون رو با ایران تیره بکنن و با وجود اینکه به خاطر موضوعات هسته‌ای در حقیقت اون مکانیزم رفع حل اختلاف برجام رو فعال کردن، ولی این مکانیزم مستلزم این هستش که یک زمان طولانی بگذره تا این اختلاف حل بشه بین دو کشور. و این زمان طولانی رو کشور اروپایی به صورت غیر نامحدود در حقیقت تعیین کردن، در حالی که برای آمریکا این مسئله زمانی خیلی مهم هستش. آمریکا تلاش داره که هر چه سریعتر تا قبل از اینکه اکتبر امسال پیش بیاد بتونه این مسئله رو به یک نتیجه برسونه که اگر این اختلاف نشه حل بشه با ایران، که به نظرم نمی‌رسه که حل بشه، در نتیجه این موضوع به شورای امنیت بکشونه، یک قطعنامه جدید صادر متنش تنظیم بشه و به رأی گذاشته بشه، و اگر اون قطعنامه جدید موفق نشه که رأی بیاره در مورد اینکه آیا محدودیت های قطعنامه های پیشین همچنان لغو شده باقی بمونه، در نتیجه به صورت خودکار تمام تحریم های قطعنامه
های 7 قطعنامه پیشین مجددا فعال میشه و تفاوتش هم با 2231 اینه که اینا دیگه هیچ گونه محدودیت زمانی ندارن و به صورت نامحدود میتونن بر روی ایران بمونن. تا یه حدی به نظر من نگرانی ایران از این بابت هست. از طرف دیگه این نکته رو در نظر داشت که هر چند آمریکا از برجام خارج شده، از JCPOA خارج شده، ولی همچنان به عنوان یک عضو شورای امنیت در مورد قطعنامه 2231 میتونه صاحب نظر باشه و میتونه دستوراتی که ایران تخطی بکنه از این قطعنامه میتونه مکانیزم های لازمه رو فعال بکنه. آقای عزیز شما با این حرف موافقی؟ من همش موافقم، ولی این تیکه آخرش من اینی که درسته که آمریکا عضو مثلا دائم شورای امنیته، ولی این مسئله به اصطلاح قطعنامه 2231 که قراره در اکتبر قبلا اجرا میشده و قراره که در اکتبر امسال به ایران اجازه بده اسلحه بخره، اینه که آمریکا ببینید خارج شده. یعنی الان دولت آمریکا داره میگه که نه، ما به اصطلاح مشارکتمون رو قطع کردیم، ولی خب درش مشارکت به عنوان عضو اصلی شراکت داریم. یعنی یا قبلا هم گفتم یا هستید یا نیستید. و در ضمن یه مسئله مهمی هم که هستش اینه که کمتر هم گفته میشه، همون قطعنامه 2231 که از ایران میخواد درخواست میکنه که از تست موشک‌های بالستیک خودداری بکنه، به همون اندازه و با همون به اصطلاح زبان درخواست میکنه از همه کشورهای عضو سازمان ملل که اقدامی انجام ندن که به اصطلاح اجرای کامل برجامو به خطر بندازه. این نکته مهمیه. یعنی آمریکا اگر 2 سال پیش که دقیقاً 2 سال پیش از برجام خارج شدش و بعداً تحریم‌هاش گذاشته شده، این دقیقاً آمریکا خودش برخلاف متنی بوده که دولت آمریکا اتفاقاً این به اصطلاح قطعنامه رو به شورای امنیت پیشنهاد کردش. صحیح. یعنی این آقای ندیمی با حرف شما موافق نبودم. آقای ندیمی بفرمایید. از صورتتون فهمیدم. به نظر من همچنان آمریکا میتونه این تلاش رو انجام بده که به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت نسبت به نقض اون چیزی که نقض قطعنامه 2231 به وسیله ایران میدونه همچنان سعی بکنه این فشار رو وارد بکنه که قطعنامه جدیدی به رأی گذاشته بشه. ولی چقدر ممکنه که چین و روسیه وتو بکنن قطعنامه جدید؟ ببینید قطعنامه جدید اتفاقا در صورتی که وتو بشه یا رأی به خاطر نوع تنظیم این مکانیزم، در صورتی که این قطعنامه رأی نیاره، خود به خود تحریم‌های گذشته فعال میشه. این فکر میکنم یک نکته‌ایه که شاید ایران زیاد به این مسئله توجه یا زیاد صحبت نمی‌کنن مثلا آقای ظریف راجع بهش، ولی این یه مکانیزم ماشه‌ای هستش که در صورت لزوم میتونه تمام تحریم‌های گذشته رو به ایران برگردونه. از طرفی خب ایران به خاطر اینکه روی همکاری استراتژیک روسیه و چین همیشه حساب میکرده، به خصوص در این سال اخیر، برایش مقدار سخته که بپذیره که چین و روسیه مجدداً در سمت آمریکا قرار بگیرن و به فشار آمریکا تسلیم بشن. به نظر میرسه که این بار یه مقدار سخت‌تر خواهد بود. طبیعتاً آمریکا سخت‌تر بتونه همکاری روسیه و چین رو جلب بکنه به خاطر تنش‌ها و استکاک‌هایی که در جاهای دیگه بینشون وجود داره، ولی خب در این مورد سعی خودش رو خواهد کرد. با توجه مثلا مسئله موشکی میخواد سعی بکنه با اتفاقات اخیری که افتاده، پرتاب‌های موشکی و آزمایش‌های جدیدی که ایران انجام داده، نشون بده که این موشک‌هایی که ایران داره آزمایش می‌کنه امکان حمله کلک اتمی دارن و در نتیجه ناقض قطعنامه 2231 است. متشکرم از هر دوی آقایون، آقای ندیمی و آقای عزادی، متشکرم که در این بحث شرکت کردین. متاسفانه وقت ما اینجا تمام میشه، ولی ما در ماه‌های آینده حتما باز هم به این موضوع برخواهیم گشت تا قبل از اکتبر که تکلیفش روشن بشه. ممنونم آقایون. در پی اوج گرفتن بحران کرونا، بسیاری از ما در سراسر دنیا از خودمون میپرسیم هزینه هایی که دولت ها برای امنیت ما میکنن چقدر درست تقسیم بندی شده. مثلا چقدر هواپیماهای جنگی و موشک‌ها برای حفظ شهروندان مهمند؟ چقدر تحقیقات پزشکی و بهداشتی که بتونه در چنین مواقعی مثل حالا به کار ما بیاد؟ علاوه بر اون، کوچکتر شدن اقتصاد جهانی، رکود شدید اقتصادی در اغلب کشورها حالا باعث میشه که تشخیص اولویت‌ها اهمیت بیشتری پیدا بکنه. بسیاری از کشورها از همین حالا گفتند که بودجه‌های دفاعی و نظامی اونها احتمالاً کاهش جدی خواهد داشت.
در برنامه امروز دو مهمان داریم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست، و کامبیز بهبهانی از فعالان حزب سبزهای آلمان از برلین. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای آریان، از شما شروع میکنم. میدونیم که این نگرانی به خصوص در وزارت‌های دفاع وجود داره. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که نگران کم شدن بودجه پنتاگون هست. چقدر این جدی هست و سریع ممکن هست اتفاق بیفته، کم شدن بودجه های نظامی؟ بیشک اثر میذاره بر فعالیت های نظامی و بودجه نظامی. این که واقعا پیامد کرونا چه خواهد بود و چه اثراتی خواهد داشت دقیقا نمیدونیم، ولی بر روی مسائل نظامی اثر میذاره. ببینید، وقتی که بحران مالی 2007 و 2008 شروع شد در سطح جهان، این حدود 5 سال طول کشید، یعنی نزدیکی های سال 2011 بود که تا هزینه های نظامی بالا رفت و بودجه های بیشتری اختصاص پیدا کرد به هزینه های نظامی که رسید حدود به 1.5 تریلیون دلار. در حال حاضر یعنی سال 2019 1.8 تریلیون دلاره. برای کرونا، یعنی پسا کرونا، دوران پسا کرونا هم به همین صورت خواهد بود. با توجه به رکود اقتصادی، با توجه به ارجحیت هایی رو که دولت ها خواهند داشت که میتونیم در موردشون بحث کنیم، به باور من اثر خودش رو بر روی بودجه های نظامی خواهد گذاشت و این به نفع مردم هست. بحث این هستش که مهمترین مسئله فکر میکنم در کل جهان برای اغلب مردم مسئله امنیت هست. حالا این امنیت به طرق مختلفی معنا پیدا میکنه، اما آیا کم شدن بودجه های نظامی روی امنیت مردم به طور ویژه تأثیر خواهد داشت یا نه؟ امنیت خب میتونه تأثیر داشته باشه. ببینید، یه موضوع کلی اینی که وقتی که ما اصلا این کرونا مفهوم امنیت ملی رو واقعا به هم زده. وقتی ما میگیم امنیت ملی، البته تعریف زیادی داره. یکیش یعنی پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل به هر حال خطرات و تهدیدات دشمن. به طور عام و وقتی میگیم امنیت ملی، یعنی دفاع در مقابل نیروهای مسلح یک کشور دشمن یا کشورهای دشمن. این کرونا تمام این رو به هم زده. ما در اینجا زمینه امنیت رو واقعا باز کرده. ما مواجه هستیم با بهداشت و سلامتی جامعه. اینو گره زده کرونا به این، یعنی مواجه شدن با یک تهدید بیولوژیکی که واقعا سلاح و توپ و تانک و خودروی زرهی و هواپیما هیچ اثری براش نداره. خیلی بحث به جای جالبی بردید آقای آریان. ولی اجازه میخوام اول آقای بهبهانی رو وارد این بحث بکنیم. متاسفانه کیفیت تصویر آقای بهبهانی خیلی مناسب نیست، خیلی کمرنگ هستید آقای بهبهانی در تصویر، ولی به هر حال من از خواهی میکنم همینجا از بینندگان، اما بحث رو میخوام از شما با شما پیش بگیریم. به نظر شما چقدر این قضیه، این که اغلب افراد الان شکایت میکنن از شیوهی که مثلا بودجه های بهداشتی و پزشکی تخصیص داده شده، میگن بسیاری از کشورها به نظر میاد که اینها رو نادیده گرفتن به نفع بودجه هایی که صرف ساخت تسلیحات شده. شما صدای ما رو دارید آقای بهبهانی؟ به نظر میاد که آقای بهبهانی اصلا صدای ما رو ندارن. امیدوارم که همکاران ما بتونن ارتباط با آقای بهبهانی رو برقرار بکنن. هم من با آقای آریان صحبت کردم. صدای شما رو دارم. بله. دارید صدای من ما؟ من فکر میکنم در بله مورد اگه شما صدای منو دارین؟ بله بله بفرمایید. من فکر میکنم ما باید در مورد همینطور که شما گفتین امنیت و اینکه آزادی، چون الان مهمترین مسئله که در اروپا و کسایی ایشون اعتماد کافی ندارن، برای اینکه عزیز الان گفتن در مورد مسئله خرید تسلیحات و تولید تسلیحات، ما به این مرحله میرسیم که آیا با بودن مسئله امنیت آیا آزادی هم هست؟ چون در سالهای متمادی همیشه گفته
شده که امنیت و هر بار که در مورد امنیت سخن گفته شده اومدن از آزادی ها کم کردن و این کرونا الان به ما بسیار درس خوبی داد و اون این که کسانی که سالهای سال مرتب فکر میکردن امنیت رو با تسهیلات نظامی خرید و تولید که نه آقا، الان در حال حاضر کشورهای متمدن، کشورهای پیشرفته یه مرتبه خود رؤساشون مریض شدن. بله. بیمارستان‌ها برای اینکه کلینیک‌ها و تمام بهداشت و خصوصی کرد از قسمت مردمی که کم پول هستن و ملتی که ثروتمند هستن جدا کنن. رو این حساب کرونا باید یه درس بده که البته من خیلی شک دارم و همین چند دو هفته قبل وزیر دفاع آلمان خانم کرانکاما باوا ایشون در مورد اینکه میخواد 45 تا 48 جت هوایی از امریکا بخره یا به عنوان جت شماره چی میگن صد و هوا که بتونه حتی در اون چیزهای اتمی بذاره. این حساب خیلی مهمه که منم خوشحالم که امشب شما این انتخاب کردین، برای اینکه فردا روزیه که به نام روز 8 ماه مه و روز آزادی آلمان توسط ارتش سرخ شوروی سابق انجام شده و این خودش نشون میده که امنیت با داشتن سلاح‌های کافی هم تأمین نخواهد شد و ما باید تمام توانمون رو بذاریم بعد از این پس کرونا که چطور میتونیم با حفظ آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی مسئله امنیت رو حفظ بکنیم. برای اینکه مثلا در آلمان ما میدونیم همکاران من سعی بکنن این خط ارتباطی شما رو ببینن، آیا میشه کیفیتش رو بهتر کرد در این فاصله که ما بریم سوال بعدی رو از آقای آریان بپرسیم یا نه. آقای آریان، این مسئله جالبی هست که بهش اشاره میکنن، اینکه واقعا چقدر بحث بهداشتی و درمانی اصلا در بودجه نظامی کشورها در لحاظ شده بود. اصلا ما چنین بخشی داریم در بودجه های نظامی کشورهایی که مثلا حالا کشورهای اروپایی هستند، خیلی حساب و کتاب دارن، نه حالا همه کشورها. آیا مثلا بحث بهداشت، جلوگیری از اتفاقی که الان باهاش مواجه هستیم، اصلا در بودجه های نظامی و دفاعی امنیتی وجود داشته یا نه؟ خب این رو بودجه‌های نظامی معمولاً دقیقاً نه به این صورت، این رو از نظر تهدید بهش نگاه می‌کنند. به عنوان سلاح بیولوژیک مثلا که ما هنوز واقعاً به اون آرمان شهر نرسیدیم که نیازی به نیروهای مسلح نداشته باشیم و تمام حواسمون رو متوجه بهداشت و سلامتی مردم بکنیم و احتیاج به ارتش این هست، ولی این رو در چارچوب تهدید نگاه میکنم، به عنوان یک تهدید مثلا بیولوژیک، به عنوان یک تهدید شیمیایی و پیشبینی هایی معمولا میکنن. حالا چرا راه دور بریم؟ مثلا برای خود ایران، خود همین جمهوری اسلامی، حدود 8-9 سال پیش در سازمان پدافند دفاع غیر نظامی، پدافند غیر نظامی، اونجا یک واقعا طرحی نوشته بودن، یه گروهی تشکیل داده بودن، قرارگاهی تشکیل داده بودن به عنوان به هر حال برنامه ریزی، پیشبینی، سیاست گذاری، استفاده از توانمندی های ایران برای مقابله با تهدیدات زیستی، یعنی تهدیدات بیولوژیکی، که متاسفانه وقتی که چنین چیزی در ایران رخ داد اصلا از اون قرارگاه هیچ گونه استفاده‌ای نشد. چرا فکر میکنید این اتفاق افتاد آقای آریان؟ فکر میکنید اصلا تعریف ها اشتباهه، یعنی مثلا دنبال یه چیز دیگه ای بودن یا نگرانی های یه چیز دیگه ای بود بعد یه اتفاق دیگه افتاد یا نه؟ چرا؟ ببینید پیش بینی نمی کردن که مثلا فرض بکنید که یه تهدید بیولوژیکی باشه یا اینکه یه چنین صورتی باشه که اصلا سابقه نداشته. در این حد فکر نمی کردن. بیشتر تهدیدات بیولوژیکی معمولی بود، یعنی فرض بکنید که استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات یا چیزهایی را که در سیاست‌های بیولوژیکی در سلاح‌های بیولوژیکی استفاده می‌کنند، انواع و اقسام، مثلا فرض بکنید نمی‌دونم مثلا اگه تب ریفت باشه
تیفوس باشه، تب کیو باشه، یا اینکه سیازخم باشه، یا اینکه واقعا یه نوع تهدیدات طبیعی و بحران‌های اونچنانی باشه. فکر این رو نمی‌کردم، ولی به هر حال پیش‌بینی‌ها در این حد هست، در چارچوب تهدید اینها اینا رو می‌بینن. اون کارهایی رو که مربوط به سلامت مردم است، اون کار وزارتخونه‌های دیگه است. آقای بهبهانی، آقای آریان میگن که هنوز به اون آرمان شهری نرسیدیم که نگران وضعیت در واقع تسلیحاتی و امنیتی به این شکل نباشیم و فقط فکر در واقع مسائل بهداشتی و امنیت بهداشتی مون باشیم. متاسفانه من صدای شما رو نمیشنم، اگر اجازه بدیم من از تلفن استفاده بکنم. من خیلی متاسفم که به نظر میاد که ارتباط ما با شما خیلی مسئله داره. الان صدای من رو دارید؟ من صدای شما رو دارم، من نمیدونم شما صدای من دارید. بله، ما صدای شما رو داریم. جناب بهبهانی، پرسیدم که شما نمیدونم صحبت آقای آریان رو شنیدید یا نه. آقای آریان میگن که هنوز به اون آرمان شهری نرسیدیم که مسئله تسلیحات و در واقع سیستم های نظامی به کارمون نیاد و فقط نگران مسئله بهداشت و امنیت سلامتی و بهداشتی باشیم. نظر شما چیه؟ خیلی متاسفم، من سوالتون رو نشنیدم. نمیدونم الان شما صدای من رو دارید؟ تکرار بکنم؟ نه، به نظر میاد که ارتباط ما با آقای بهبهانی مشکل داره. امیدوارم که قطع بکنن، همکاران دوباره ایشون رو بگیرن، بلکه بتونیم بحث بکنیم. آقای آریان، از شما میپرسم، برنامه زنده است، به هر حال همین مشکلات رو داره، عذرخواهی میکنم. بحث ما روی عدد و رقم هایی است که الان از این ور اون ور میشنویم. بسیاری از کشورها گفتن که ما در واقع بودجه های نظامیمون رو کاهش میدیم. این کاهش از کجا انجام میشه؟ از در واقع نیروهای نظامی انجام میشه، یعنی ممکن است بخش عمده از نیروهای نظامی اخراج بشن، یا نه مثلا در ساخت تسلیحات، ساخت مثلا سخت افزاری نیروهای در واقع تسلیحات نظامی تجدید نظر ممکن است صورت بگیره؟ به نظر شما این زدن از کجا اتفاق میفته؟ یه مقدار به باور من بیشترش مربوط میشه به خریدهای تسلیحاتی و به طور کلی تقویت توان به حساب نظامی. ولی اون چه که مسلمه، تمام کشورها و حتی خیلی من میتونم بگم که مثلا در سطح یک پیمانی مثل پیمان ناتو در اروپا هم که قراره که 2% جی دی پی یا تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه‌های نظامی بکنن، به احتمال قوی روی این هم اثر خواهد گذاشت. ببینید، بعد از پسا کرونا دولت‌ها مجبورن با توجه به این رکود اقتصادی و هزینه‌های بسیار زیادی رو که در سطح اقتصادی متحمل شدن و بایستی به مسائل بسیار عدیدهی برسند از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، به هر حال بودجه خودشون رو اختصاص خواهند داد به این نوع مسائل و از هزینه نظامی میکنند. از یک طرف اگر بخوان دوباره برگردن برای 2 سال یا 3 سال آینده به همون هزینه های نظامی قدیم، این از طرف جامعه قابل قبول نخواهد بود در کشورهای دموکراتیک، من میگم در غرب. بنابراین کاهش بودجه های نظامی به باور من یکی حتمی خواهد بود. ممکنه که کشورها از خریدهای تسلیحاتشون کم بکنن. با توجه به وضعیتی رو که برگردیم مثلا فرض کن به خاورمیانه، در شرایط فعلی با توجه به این کرونا و با توجه به قیمت به حساب کاهش قیمت نفت که تقریبا به هیچ رسیده، یعنی یک تکانه معکوس نفتی، اصلا قدرت خرید و بالا بردن توان نظامی یک کار بسیار مشکلی برای چند سال آینده برای بسیاری از دولت‌ها، حتی کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس خواهد بود. شما خودتون در صحبتاتون اشاره کردید که متاسفانه هنوز به اون آرمان شهری نرسیدیم که مسئله نظامی و تسلیحاتی اهمیت فعلی رو نداشته باشه. فکر میکنید کم شدن تسلیحات، کم شدن در واقع بودجه های نظامی، آیا ممکن هست که یک خطری پیش روی بشریت بگذاره؟ خطری که الان ممکن هست به چشم نیاد ولی در آینده ممکن هست که خطری جدی باشه؟ میتونه داشته باشه، برای اینکه ببینید در وضعیتی که ما قرار گرفتیم، یعنی در سالهای اخیر واقعا یک فروپاشی امنیتی در سطح بین المللی به وجود اومده. این فروپاشی امنیتی مثلا برای نمونه، یکی از نمونه‌های بسیار بارزش رو من میتونم بگم، خروج آمریکا
از INF است. این آمریکا از این خارج شده. یعنی ما مثلا برای کاهش تسلیحات به حساب استراتژیک که در پراگ پرزیدنت اوباما با رئیس جمهور وقت روسیه مدودیف که امضا کرده بود، یه استارت نو رو اینا به وجود آوردن. این استارت نو سال 2000 یعنی دو سال دیگه به پایان خواهد رسید، هیچ اصلا نشانی وجود نداره که بخوان این کار رو انجام بدن. و به طور کلی کارهایی رو که آمریکا در سطح ناتو کرده و التزام آمریکا مورد شک تهدید قرار گرفته، همه اینا به ما نشون میده که ما کماکان در از نظر نظامی، از به طور انتزاعی بخوایم اگه نگاه بکنیم، در یک وضعیت بحرانی قرار گرفتیم. در شرایطی نیستیم که کشورها بگن که بسیار خوب ما نیازی به اینها نداریم. صحیح. یعنی کارهای نظامی و تامین امنیت ملی و ارتش واقعا یعنی تعطیلی نداره. صحیح. ما با همین کرونا آقای بهبهانی خوشبختانه برگشتن، بذارید نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای بهبهانی، آقای آریان میگن به هر حال الان در این وضعیتی که هستیم باید بودجه‌های نظامی با همین، حالا شاید یه ذره کمتر، ولی به هر حال باید تخصیص پیدا بکنن. کشورها هنوز نیاز دارند که بخش قابل توجهی از بودجهشون رو هزینه نظامی بکنن. نظر شما چی؟ هستم برای اینکه معتقدم شرایطی که در کرونا برای جهان به وجود آورده، بیکاری، فقر، بیماری، باید بعد از این جریان، بعد از اینکه اگر در یک سال یا یک سال و نیم دیگه موفق بشن واکسنش رو پیدا بکنن، باید بودجه ها رو پایین بیارن و این جنگی که امنیتی، سیاسی و از طرف امریکاست برای تسخیر هر جایی، برای تحکم به هر جایی از سلاح استفاده میکنه، باید یک خاتمه داشته باشه. ملت ها تا کی باید در فقر و بدبختی باشن؟ شما ما این روزها عکس های زیادی از آفریقا، آسیا، هند و حتی در فرانسه میبینیم فقر داره ملت رو میکشه. و اینو ما به چه عنوانی میتونیم اسمشو امنیت بذاریم؟ اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم باعث سقوط هم انسانیت هم اونهایی که مدعی دموکراسی هستن میشه. برای اینکه ما چاره دیگه ای نداریم، باید، و به خصوص ما میبینیم که الان آقای ترامپ مسئله شد بنداخته به چین برای اینکه دوباره انتخاب بشه و جنگ اقتصادی ایجاد کرده. متوجه آقای بهبهانی، اگه بحث رو همین بودجه های نظامی بخوایم نگه داریم، یا اصلا نگاه بکنیم به اینکه چه درصدی از جمعیت کشورها به هر حال درگیر پروژه هایی هستن که به نوعی با پروژه های دفاعی نظامی اینها در ارتباط هست، باید بگیم که به هر حال بخش قابل توجهی از در واقع نیروی کار هم در اینها دارن کار میکنن. یعنی اون بحثی که شما میفرمایید به عنوان اینکه کشورها درگیر بدبختی و فقر هستن، از اون طرف هم هست، اگه اینها رو بیکار بکنن به هر حال این هم یه بخشی هست که باز برمیگرده به اون دایره فقر و بیکاری و مشکل اقتصادی، اینطور نیست؟ من مخالفم، برای اینکه حتی اگر بخوایم فکر بکنیم، میبینیم که مثلا در آلمان بیشتر کنسرن‌های تسلیحاتی برای اینکه عمل خودشون رو مشروعیت بدن ورداشتن بورس گذاشتن و تعداد زیادی رو در این کشتار، یعنی اسلحه، هر که اسلحه به وجود میاره باید از روز اول بدونه اسلحه برای کشتن انسان‌ها به کار میره، اینا رو برداشتن آوردن سهیم کردن. و من مخالفم، میگم به جای اون میشه در تمام صنایع دیگه سرمایه گذاری کرد و الان یه موقعیت خیلی خوبی پیش اومده که بحثش هم رواج پیدا کرده و دیدیم با کرونا در کشورهای مختلف محیط زیست عوض شد. آقای آریان، نظر شما چیه راجع به صحبت آقای بهبهانی، این که میگن که باید این شیفت، باید این تغییر یه زمانی اتفاق میافتاد، چه بهتر از این که الان اتفاق بیفته؟ آیا به نظر شما جهان آماده است برای این تغییر؟ به باور من خیر. ما قبلا هم عرض کردم به اون آلمان شهر هنوز نرسیدیم، فاصله بسیار بسیار زیادی داریم. ما وقتی به هزینه‌های نظامی کشورها
در چند سال گذشته نگاه میکنیم که کماکان داره بالا میره. چرا بالا میره آقای آریان؟ فکر نمیکنید که دولت مردان به دلایل دیگری که حالا نمیخوایم وارد دلایل اونها بشیم کلن راه ساده رو انتخاب میکنند، بیشتر راجع به در واقع روی چیزهای سرمایه گذاری میکنند که اقتدار یک حکومت رو به نوعی به صورت سخت افزاری نشون میده و به این شکل میخوان امنیت رو حفظ بکنن؟ اینم بخشی از همین برداشت اوناست و تلقی اینا از تهدیدات. بخشی از کشورها، فرض بکنید که آمریکا که خودش بالاترین بودجه نظامی دنیا را در حدود 30% و بزرگترین صادرکننده تسلیحات در دنیاست و بودجه نظامیش به اندازه 50 برابر بودجه نظامی ایران هست و حدود 4-5 برابر چین هست، اون دنبال یه هژمونیه و به باور من دنبال یه هژمونی جهانیه. ولی اون چرا که من میبینم با توجه به این کرونا که ممکنه تغییراتی داده بشه علاوه بر کاهش بودجه نظامی، اینی که این کرونا باعث شده که نیروهای مسلح بنشینن به بازبینی نقش خودشون که در مقابله با یک تهدید بیولوژیکی از جنس این ویروس کرونا که یک دشمن به حساب غیر انسانی است، باید چه تمهیداتی قائل بشن، چه کارهایی میتونن بکنن به دولت. و ما این رو در ارتش دیدیم، یعنی ارتش‌های اروپایی و حتی در ایران و جای دیگه که کمک‌هایی رو ارائه کردن به دولت‌های محلی از کارهای خیلی ساده مثل مواد ضد عفونی، وسایل پزشکی. بله همه جای این کمک‌های از طرف در واقع نیروهای نظامی رو دیدیم در این بحران. ولی آقای بهبهانی، به نظر شما چقدر این ممکن هست که اتفاق بیفته، اینکه کشورها به خصوص در کشورهای اروپایی که به هر حال پایه‌های دموکراتیک دارن، ممکن هست که یک مسائلی رو با به خاطر اینکه یک بحران به این شکل ایجاد شده در رفراندوم بگذارن، در سیستم‌های دموکراتیک به رأی بگذارن و به این نتیجه برسن که بله باید این تغییر انجام بشه و این تغییر رو انجام بدن؟ چقدر به نظر شما این واقعا بسته به رأی و خواست مردم هست در چنین شرایطی؟ در شرایط فعلی در اروپا، چون این کرونا زندگی خیلی ها رو مختل کرد، چی نیست الان در اروپا، در تمام کشور هفته های اول با اینکه خیلی راحت تونستن مردم رو قانع کنن که شون باشن، الان تو دو دستگی ایجاد شده. یک دسته به امنیت و در مورد امنیت صحبت میکنن، یک دسته در مورد آزادی. و این من به نظرم کاریه که 100% خواهد شد و طوری خواهد شد که یا مخفیانه کارایی رو بکنن که تا الان خیلی این کارو کردن، تولید اسلحه، صدور اسلحه، یا اینکه باید تمام روش خودشون رو عوض کنن. خیلی متشکرم از هر دوی آقایون، عذرخواهی میکنم بابت کیفیت خط آقای بهبهانی. این روزها در همه جای دنیا کیفیت اینترنت تا حد قابل توجهی افت پیدا کرده، برای اینکه همه تقریبا در منزل هستن و دارن از اینترنت استفاده میکنن. متشکرم از هر دوی آقایون، آقای بهبهانی و آقای آریان، و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. این برنامه رو میتونید روی سایت یوتیوب یک بار دیگه تماشا کنید، همینطور به شکل پادکست روی تلگرام و همینطور روی اپلیکیشن پادکستتون میتونید برنامه رو بشنوید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.